قلبی اسیر اونچه به عملهای شهوانی محرم تعلق دارد خطرناکترین بیماری های قلب می باشد که اگر قلب بر آن علاقمندی داشته باشد حتی اینکه در نزد آن اسیر گردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بنده دینار و درهم و بنده پارچه های نفیس نابود باد، زیرا اگر به او عطا شود خرسند می گردد و اگر عطا نشود خشمگین و ناراحت می شود. چنین شخص هلاک و سرنگون باد تا جایی که اگر خوری به پایش خلد کسی پیدا نشود آن را بیرون کند. حدیث با روایت امام بخاری. و پیامبر صلی الله علیه و سلم صاحب دینار و درهم را بنده نامیدند، زیرا او اسیر آن است و به خاطر دینار و درهم فرض و واجبات را ترک کرد و برای به دست آوردن طلا و نقره به محرمات الله دست زد. هر آینه الله سبحانه و تعالی آنهایی که به فتنه های زنها گرفتار شده اند قلب مریض نامید، زیرا او به سبب ضعیفی و بیماریش به کمترین فتنه مایل پیدا میکند. الله سبحانه و تعالی فرمود: ای زنان پیامبر، شما مانند هر کدام از سایر زنها نیستید. اگر پرهیزگاری دارید در سخن گفتن ملائمی میکنید که آنگاه کسی که در قلبش بیماری است طمع کند و سخنی نیک گوید. سوره احزاب آیه 32. بیماری قلب یعنی برآمدن او از صحتی و حدود خود، زیرا صحتی قلب دلالت به آن میکند که آن عالم به حق و دوستدار حق است که به دیگران تأثیر میرساند، و بیماری قلب دلالت به آن میکند که آن گرفتار بیماری شبهه است و یا از تأثیر دیگران به بیماری دیگر گرفتار شده است که آن بیماری شهوات، بیماری منافقان، بیماری شک شبهه، بیماری گناه کردن، زیرا همه اینها را الله سبحانه و تعالی در قرآن مریض نامید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر آینه بر شما از دو بیماری خطرناک می ترسم که آن بیماری شهوات و شبهات است. هر دوی اینها منبع همه آفت هاست. پس شهوت شکم از هلاک کننده هاست و سبب بسیار از آفت ها و بیماری های بدنی و قلبی است و مثل ریا، حسد، فخر کردن، کبر، مشغول شدن به دنیا، دفاع کردن کارهای بد و فحشا، این همه به سبب شهوات است. حدیث با روایت امام احمد. این شهوت همچه یک چیز مباح است، ولی انسان به او چنان دلبستگی میکند که به او اسیر میکردد. و آن شخصانی که به مریضی شهوت مال گرفتار شده اند نمی توانند فرضیت و واجبات الهی را ادا نمایند و آنها به سبب چنین بیماری به سودخوری و رشوه‌دهی دست می زنند. و آنهایی که به مریضی شهوات ریا گرفتار شده اند دوست می دارند که او را حمد و ثنا گویند و به سبب چنین بیماری به ظلم و عملهای منافقی دست می زنند. و آنهایی که به مریضی شهوات زنان گرفتار شده اند نظر کردن به صورتهای زنان را دوست می دارند و به سبب چنین بیماری عاشق آنان گردیده به زنا دست میزنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: آنچه از دو گرگ گسنه‌ای که به گله گوسفندان در آمده آنها را کشته هلاک کند، از این دیده فاسدتر آن شخصی است که حریص مال و حریص شرف داشتن در دین را داشته باشد. حدیث با روایت امام ترمذی. یعنی حرص جمع کردن مال از حرام را دارد و حریص به آبرو داشتن در بین مردم و قصد شهرت و ریا را داشته باشد و از این دیده خطرناکتر طلب آبرو با امور دین است، به مثل طلب علم کردن، عمل صالح کردن و زاهد بودن، زیرا با این عملها تنها از طرف الله سبحانه و تعالی درجه های بلند و جنت داده می شود و به این عملها بنده به الله نزدیک می گردد. بنابراین به این عملها چیزی از دنیا طلب کرده نمی شود و طلب دنیا از حرام و طلب عزت و آبرو
فاسدتر از آن دو گرگ گرسنه است. و دوای این بیماری را یوسف ابن اسباد چنین گفت: دوای این بیماری ها ترس و شوق است. اما ترس یعنی ترسیدن از الله سبحانه و تعالی و ترسیدن از لقای او و ترسیدن از عذابی او تعالی است. و این چنین مخالفت کردن به طلبات هوا و هوس و حرکت کردن به آن عملی که در آن راضیگی پروردگار باشد. الله سبحانه و تعالی فرمود: و اما کسی که از استادن با حضور پروردگار خیش ترسیده باشد و نفس را از شهوات باز داشته باشد، پس همانا بهشت جای اوست. سوره نازعات آیه 39 و 40.